سال بارها آزارشون داده. آیا فکر نمی کنین اگه می شستن به تماشای ضربه خوردن آیا هاشمی دلشون خنک‌تر می شود؟ اما همه تو اون زمان از خودشون پرسیدن مملکتمون چی میشه. بعضیشون که خدایی داشتن از خودشون پرسیدن که خدای این هزینه رو ملت دردمند چجوری باید تحمل کنه. و اینطوری بود که به صحنه اومدن. این جایی بود که آدمی بر سر ایمانش میلرزه. همیشه که زندگی سیاه‌سفید نیست، گاهی هم خاکستری 10% در برابر آبی 15%. کسانی که تو همه این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، به زندان افتادند، برای ما تعریف کردند که گاهی اوقات زیر شکنجه سخت با خودشون در جدال بودن که کدوم کار صحیحه، اون کاری که هزینه کمتری داره اما بدگمانی دوستان رو همراه میاره، یا کاری که آدم رو از تیر بدگمانی ها رها میکنه. هیچ تهمتی به آدم زده نمیشه، هیچ بدگمانی نداره، اما هزینهش برای گروه زیاده. در این وضعیت درد کشیدگان سالیان ما در نقطه‌ای قرار گرفتن که درست همون وضعیتش که هفته آخر انتخابات مرحله دوم هممون تو اون قرار گرفته بودیم. مگه ایراد نمی گرفتیم از روشنفکرا که چرا در انقلاب با مردم هم صدا شدن و مصلحت جامعه رو ندیدن؟ عقلشون کجا بود؟ خب بر اثر اون تجربه و تجربه‌های سخت‌تر و سنگین‌تری که هزاران جنازه رو دست مردم گذاشته، این بار جامعه روشنفکری و تکنوکرات‌ها و جمع کثیری از فعالان سیاسی مصلحت اندیشی کردند. از خودخواهی و همیشه در انتظار کف زدن ها موندن چش پوشیدن. جا داره از اونها متشکر باشیم، به خصوص امروز که همه این تدابیر در مقابل سازماندهی تندروها و علاقه مردم به ساده زیستی و تأثیر شعارهای انقلابیگری بی نتیجه شد. امروز جا داره که اون اتحاد که با اکراه شکل گرفته شده بود درست در جای خودش بشینه و روحیه رو به جامعه تحول خواه برگردونه. آفرین به نظر من به خشایار دهیمی، متفکر مسئول، که اینها رو نوشت. واقعا صد بار افتخار میکنم به محمد قائد که موضوع مقاله هفته پیشش بود، به مرتضی مردی ها که نوشت اتفاق نیفتاد. آره، جای اون داره که سنگینی رأی و نظر دو سوم از مردم ایران رو که به احمدی نژاد رأی ندادن روی دوشمون بگیریم، با هم همصدا بشیم، فعلا جلوی تندروی ها رو بگیریم، آماده باشیم که توی امتحان دیگه حاصل این تجربه رو به مردم منتقل میکنیم و رأی اونها با تأمل بیشتری به صندوق انداخته میشه. آماده سیاست ورزی باشید. به نظر من جواب تندرو آرام نباد داد، چون که من کوچیک از همه کسایی که متهمم کردن به اون چی که خودشون میدونن اینطور نیست گذشتم. باورم اینه که باید به فکر مملکتمون باشیم. اونقدر در میان کسانی که انتخابات رو تحریم کردن مردمان شریف و وطن خواه میشناسم که دلم نمیاد اونها رو هم خطاب و اتابی بکنیم. راه های مختلف هست برای رسیدن به یه هدف واحد. به هر حال باید بریم دیگه، ضربه رو خورده ایم و جای زخم زدن به خودمون نداریم، باید در فکر آینده باشیم. من البته منصور حلاج نیستم و نه داستان ما به اون داستانی که گفتن جرمشون بود که اسرار هویدا میکرد شبیه، اما با پیام خواننده مشفقی که گفتم این حکایت به یادم اومد که نوشتن منصور رو که به پای دار می بردن یک کسی گلی به صورتش انداخت. شبلی: منصور اشکش جاری شد. در ادبیات اومده که منصور رو پرسیدن به این همه سنگ و کلوخ نگریستی، به شاخ گلی گریان شدی؟ گفت اونها نمی دونستند. اما آخر این که می داند و می زند چرا؟ با این حال از طعنه هایی که این روزها می شنویم جا داره که آدمی خون بگریه، ولی نه، جا داره که گاهی اوقات بخونیم تو که مرهم نه اید زخم دلم را، ولی نه. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? یکی از شماها به من نوشته بود که یادی از مرتضی ممیز نمی‌کنی. مرتضی ممیز پدر گرافیک ایرانه و من که سالهاست دل و عشقم توی گرافیک میگذره، هم همسرم هم پسرم هر دو تا این کار هستند و به دلیل عشق منه که اینطوره.
مرتضی ممیز غیر از اینکه شخص خودش از عزیزترین عزیزانمه، حضور او تو صحنه هنرهای بصری ایران برام انقدر وجود مغتنم و عزیزی است که نمیتونم ازش بگذرم. شنیدم که این روزا در بیمارستانه و افسوس میخورم که نیستم. یکی از شماها این یادی رو که من میکنم رو ضبط کنه ببره به ممیز برسونه. به شما بچه ها به خصوص توصیه میکنم، بچه های خودم، و بهش بگه که من گفتم که مرتضی به یادت هستی. جز این که به یادت هستیم چون مریضی باید قاعدتا همین کار رو بکنیم، به هر جایی که نگاه میکنم، هر صفحه روزنامه یا مجله، کتابی که جلوم باز میشه، وقتی توازنش برقراره، وقتی لیاتش درسته، هر آرمی رو که میبینم که همه جا هست، همه جا پر از نشانه است، و وقتی بعضی از آرما خیلی ساده است ولی حرف بزرگی داره میزنه، یاد تو میفتم. به زبان دیگه همه ی نشانه ها یک نشانی از مرتضی ممیز دارن. Does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say: I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be.